بله داریوش بنک این اس بی میگه این آقا یه سری پولهای پهلوی رو هم کنترل میکنه در اسپانیا، در بانکی به نام بانک داریوش در اسپانیا هستش. کاملا جزئیات میده، میگه این آقا دستش بنده، این آقا کازین، یعنی اینکه پسر خاله چیزه، حالا پسر عمه عموزاده چه از این چیزا، یه رابطه این تیپی داره با آقای شهری آهی. اینو ردش کن بره. Whatever the truth, Ram was out of jail and out of Iran and he made Casey nervous. Casey, رئیس CIA گفت این آقا منو عصبی میکنه، این شهری آهی. ردش کن بره. Nervous, making Casey nervous. من احساس خوبی ندارم. چه اتفاقی افتاد؟ پهلوی یه چیزایی میدونه، پهلوی که دو پهلوان حرفاش میدونه، هر وقت حرف میزنه هیچی نمیگه، همه چی هم میگه. یه چیزایی به رئیس CIA گفت و اینا، آخرش هم ردش نکرد بره. تا امروز هم شهری آهی کنار ایشونه. حالا یهو جلوتر که میریم میبینیم خیلی افراد قشنگ اسم میاره، میگه اینا دستاشون بنده نظر نهادهای امنیتی آمریکایی. هر بار رضا پهلوی یه چیزی اون وسط لاف میخواد، آخر همه رو نیگر میداره. یعنی این تم کتاب من به شما دادم ها، تم کتاب، یعنی اون پس زمینه‌ای که چجوری داره میگذره اوضاع رو کپسولی گفتم. حالا میریم تو جزئیات که دقیقاً این افراد کیان، چرا دستاشون بنده و نگرانی مقامات آمریکایی چیه. He didn't want the man's nephew anywhere near his opposition. رئیس CIA گفت که من پسرخاله این بابا رو نمیخوام اصلا نزدیک هیچ اپوزیسیونی باشه، اصلا نروسم، من اصلا عصبی ام. این ردش کنید بره. رضا پهلوی خوابی وسط لحاف و اینا، آخرش هم این آقا رو نگه داشت و بر خلاف توصیه رئیس CIA عمل کرد. منظور شهریار آهی رو نگه داشت. For one thing, Ahi had more financial expertise and certainly better contacts with world leaders than Reza financial advisor احمد انصاری. میگه دلیلش این بود که این آقای آهی بانکدار خیلی خوبی بود و تو حوزه سرمایه گذاری و بانکداری پهلوی به این بیشتر از احمد انصاری اعتماد داشت، به اضافه این که روابط گسترده داشت در با رهبران جهانی این آقای آهی، و رضا پهلوی اینو نداشت. به این دلایل برخلاف توصیه رئیس CIA این آقا رو نگه داشت. If Casey was really worried that Ahi's family connection to Hushang Ram would make him vulnerable to pressure from the regime, wouldn't that also affect احمد اویسی؟ میگه اگر که این نگرانی های کیسی رو بخوام ادامه بدم، نویسنده کتاب داره میگه آیا در فقط باید برای آهی نگران بود و از احمد اویسی که بدتره، این چشم و گوش پهلویه. میگه احمد اویسی که مسئول دفتر و چشم و گوش پهلوی، این وضعش خرابتره. میگه که این فرد با دختر این آقا ازدواج کرده، با دختر آقای هوشنگ رام ازدواج کرده، همینی که میگه دستش بنده و جمهوری اسلامی زندانش کرده و اون وسط با خلخالی ارتباط دارن، و میگه این وضعش خرابتره. که از این رو هم بعدن CIA بهش توضیح میده که اینو ردش کن بره. اینم ردش نمیکنه بره. احمد اویسی اسم میاره، دقیقا توضیح میده روابط چیه و برخلاف نظرات مقامات امنیتی آمریکا اینا رو نگه میداره. There was no way Reza was going to get rid of اویسی. آره اویسی دختر اون آقای رام رو گرفته، کتاب داره توضیح میده، ولی رضا پهلوی اویسی رو هم نمیتونه رد کنه بره. The former imperial guard colonel was like a father to him. این آقای اویسی مثل پدرش میمونه، چون رهبر گارد شاهنشاهی بوده، خیلی دوستش داره، امکان نداره اینم ردش کنه بره. دوباره میگه این آقای CIA و دستگاه امنیتی آمریکا میگن این آدما مشکل دارن، نروسیم، عصبی هستیم، مهم نیست، چون نگرشون میداره. Within weeks Casey pulled his team of advancement back from Europe and broke off his meetings with the young Shah. CIA پول رو قطع نکرد، ولی یه سری از آدمای کلیدی خودش که گذاشته بود تو دفتر مرکزی در اروپا رو گفت شماها بیایید بیرون، من احساس خوبی ما نداریم به این افراد، بیایید بیرون. پس بعد از اینی که رضا پهلوی آهی، شهریار آهی و آقای اویسی رو ردشون نمیکنه برن، CIA پول رو قطع نمیکنه، ولی آدمای خودشون میکشه عقب. یک ضربه کاری به اون جنبشی که میتونست با کمک CIA قوی بره جلو دیگه. من اینجا از این نمیخوام وارد بشم که بگم باید با CIA براندازی کنیم، نباید براندازی کنیم، اینا رو الان بذارید کنار. سیر حوادث رو گوش میدیم، به یه فهمی از مسئله میرسیم. مثلا یکی کسی ممکنه بپره وسط بگه آقا توف به صورت CIA، اصلا اینجوری نمیخوایم بحث بکنیم. ایشون وارد تعامل با CIA شده، CIA بهش گفته که این افراد من روشون مشکل دارم، احتمالاً کامپرومایزن، کامپرومایز به این معنی که رژیم روشون اثر داره، ردشون کن برن. ایشون رد نمیکنه برن، ولی پوله رو میگیره. حالا ببینید خروجی کارا چی میشه. Within weeks Casey pulled the team advancement. میگه سری افراد حرفه‌ای داشت ایشون در هدکوارتر، در دفتر مرکزی که برای براندازی جمهوری اسلامی گذاشته بودن، وقتی دید آدمای مورددار اونجا هستن، افراد خودش رو بیرون کشید بدون هیچ گونه توضیحی، without explanation،
چه توضیحی بده؟ از قبل گفته آدما که نزدیکت هستن از نظر سیاسی مورد دارن، نذارشون کنار. اینم که نمیتونه نیروهای ارزنده خودشو اونجا بذاره. میخوای بریم براندازی بچه بازی که نیست اونجا. داره بهت میگه این آدما مشکل دارن، بذار کنار. نمیذاری کنار، خود نفرات اصلیشو میکشه کنار. ولی پول 150,000 دلار ماهانه همچنان برای مدت طولانی ادامه پیدا کرد. از دید lower level contacts. ولی پول اضافه نشد. من گفتم که CIA بحثش این بود که این پول به عنوان یه پول اولیه به شما میدیم، کار که آتیش گرفت یعنی خوب راه افتاد و اینا، ضریب بهش میدیم. Massively fund. دیدی الان مثلا به اوکراین اصلا هیچ، همینجور اوورت پول میده آمریکا. یه عدد صداشون در اومده که آقا عدد چیه؟ گفتن نه ما باید بدیم، این جنگی که مهمه اصلا عدد نذارید. یه همچین بحثی مطرح میکنن برای پهلوی که آقا اصلا میخوایم یه چیزی رو شروع بکنیم با 150,000 رو ببری جلو، کلان میخوایم حرکت بکنیم. ایشون هم ابتدای کار افراد مورددار رو نگه میداره، در ادامه کار هیچ کار جدی نمیکنن و اصلا قضیه کلم یکون میشه. یعنی عملا با این پولا، الان به شما میگم با این پولا چیکار کردن. سیاهی بعدا میره چیز میکنه، ارزیابی میکنه دیگه، میگه آقا با این پولایی که ما دادیم زندگی اشرافی رو انداختن. همین اگه بخوام دوباره شو میرم، وقت دوستان عزیز تنگ و اینا حوصله ندارید، کوتاه بگم زندگی لاکچری بر خودشون رو میندازن. یه دونم چیز احمقانه درست میکنن به نام رادیو، نمیدونم کوفت یه چیز اینجوری، مثلا کلا کارشون اینه، یه رادیو درست میکنن، چیزایی مثلا آهنگ میذارن. الان براتون توضیح میدم. بعد که میرن ارزیابی میکنن آمریکایی‌ها که اینا با این پول چیکار کردن، میگه هیچی، میگه مثل شاه زندگی میکردن، پولا رو گرفته بودن زده بودن دنبال اینکه زندگی خیلی های کلاسی رو بر خودشون داشته باشه. حالا جزئیات میخواید، من جزئیاتش برای شما میگم که اینا با این پولا چیکار کردن. برای نه تنها این پولو زیاد نکردن، بلکه بعد از چندین سال این پروژه قطع شد، مرد. پروژه‌ای که اینقدر پرقدرت میتونست آغاز بشه و به کارهای جدی برسه، میمیره. از این lower level contacts میگه ولی خب CIA درسته که آدمای اصلی خودش و حرفه‌ای خودش رو از اون دفتر مرکزی کشید بیرون، ولی ارتباطاتش خودش رو در سطوح پایینی، در سطح پایینی حفظ کرد. Former agency officials called in it cases way of keep the bed warm. کیسی گفتش که ما همچنان میخواییم بستر رابطه رو با رضا پهلوی گرم نگه داریم. درسته که کار خاصی نمی کنن، درسته که پولار هم درست استفاده نمی کنن، آدم های مورد دارن میذارن، ولی بذار رابطه با ایشون گرم باشه. شاید در ایران وضعیتی بشه و ما بخوایم از این کارت استفاده بکنیم و این پول 150 دلار ماهانه رو قطع نکنید. گفتن که ولی در خلوت شاهزاده اینجوری خطاب میکرد. They referred to رضا پهلوی disparagingly، با تحقیر دیگه صداش میکرد، بهش میگفت بچه شاه، بیبی شاه. اینجا نوشته referred to رضا disparagingly as بیبی شاه. بعد از اینکه ایشون آدمای مورددار رو کنار نذاشت و خروجی هم نگرفت، دیگه آمریکایی‌ها احترامی قائل نیستن برای ایشون. در بین خودشون وقتی خطابش میکنن، با تحقیر disparagingly ایشون رو خطاب میکنن. دقت بکنید آمریکا کشور مسخره بازی نیست. اگه قرار بود یه سری الدنگ باشن، خب از ایران عقب افتاده تر بودی. این آمریکا اینجوری نیست، تا بیخش اطلاع دارن که هر کسی چند گرمه. رفتن جلو پروژه تعریف کردن، دیدن آقا طرف نابوده، اوته. حالا بریم جلوتر ببینیم فجایع در چه حدیه. As for Ahi, Casey's suspicions were unfounded. Today he is a driving force behind it. میگه که اون زنی که آی کیسی به شهریار آهی داشت، خب باعث نشد که ایشون رو کنار بذارن و تا همین امروز هم که سال 2020 این کتاب رو نوشته، میگه آهی یه کارایی میکنه اسمش اینه Internationally Monitored Referendum on Cleric Rule و میگه باعثی ما دنبال رفراندوم زیر نظارت بین‌المللی باشیم برای آخوندا. یعنی ببین اینا دیگه کیان؟ 30 سال پیش بهشون امکانات گسترده CIA دادن، این آقا بعد 30 سال میدونید چی زحمتی کشیده؟ گفت آقا یه رفراندوم بذارین دیگه، ای بابا شلوغ میکنی. آقای علی خامنه‌ای رفراندوم بذار، من چند نفر از این از افراد بنویسم میره میفرستم نظارت کنن، تقلب توش نکنی یه وقت. این زدش به دلقکی و بچه بازی. آخه مگه ممکن علی خامنه‌ای همجوری رفراندوم بذاره؟ آقا بعد از این همه سال که از CIA پول میگرفتن، ارتباطات گسترده داشتن، رئیس CIA اول جلسه بهشون گفته این مادر خطاکار رو چجوری بندازیم، این هم از به شما امکانات میدیم، فقط شما به این فکر کن اطلاعات امنیت پشتیبانی اطلاعاتی CIA در چه حدیه. پشتیبانی اطلاعاتی CIA خب در حد بسیار عظیم و کلانه.
داخل نظام پر از نفوذی دارن این دستگاه امنیتی. فکر کنید چقدر قیمت این اوباشی که اونجا هستش بزن و بچه مردم تجاوز میکنن، همشون قیمت دارن. تو با این پشتیبانی اطلاعاتی ایالات متحده، با اون پول، با اون دفتر مرکزی، با همه اینا، بعد این همه سال زحمتی کشیدی، هنوزم اپوزیسیونی و فقط میگی آقا یه دونه رفراندوم برگزار کنی خلاصمون کنی دیگه. این نقش شماست. به هر حال دیگه وقتی یه چیزی احمقانه باشه همینه دوستان، وقتی یه چیزی احمقانه است همینه. حالا ببینیم دقیقاً با این پول چیکار کردن. هیچ، یه رادیو درست کردن. من به شما میگم این رادیو چیه. احمد اویسی اوپن دی روم at the Marriott Hotel in Arlington. میگه رفتیم با احمد اویسی در یه هتلی رو باز کردیم به نام هتل مریوت در آرلینگتون. این همون آرلینگتون که بخشی هستش در واشنگتن دی سی، قسمتایی هستش که اسمای مختلف داره، اینجا در آرلینگتون داره. میگه using a special cipher lock، میگه از اون کد خاص که صفرن همشون بعد کد میزنی داریم، توضیح میده درو چجوری وا کرد. الان یه سلت چاپرستی میپره وسط میگه دروغه. حد اطلاعات اینه که رفتیم هتل مریوت در آرلینگتون، کلید دنداخ، از طریق کد رمزی وارد شد، جزئیات در حد المپیکه. خب طرفم از محترمین تو آمریکاست، کتابم چاپ کرده، شاپرست و خواستن ارتباط با واقعیت حذفه. میدونید که قضیه چیه؟ تو بگو مثلا دونکیشوت، مثلا دونکیشوت بعد دو تا مدال طلا بهش بدی وقتی میخوای باش وارد بحث بشی. اینا اصلا کلا ردیان. حجم اطلاعات اینجوری بحث میکنه. میگه رفتیم احمد اویسی دیدیم در هتل مریوت در آرلینگتون، کلید ننداخت بلکه با رمز، یعنی یه سری عدد وارد کرد، در رو باز کرد. اسلایت من بای نیچر، آدم خیلی هیکل گنده ای هم نیست. آقای اویسی had recently been operated for cancer، اخیراً هم رفته برای سرطانش تحت عمل قرار گرفته و بخشی از جا، یعنی که این آروارش هم دچار مشکل شده. همه اینا دروغه. ای پدر سوخته بی شعور، چرا این دروغا رو میبندی به شاهزاده گل ما؟ ای بی شعور، همه دروغه. همه، نه تو آرلینگتون هتل رفتی، نه با رمز باز کردی، نه این آقا آپریتر، نه کانسر داره، همش دروغه ای بابا. ولی من این دروغا رو برای شما میخونم دوستان. دروغا، دروغ، همه دروغ. هیچ چیز ارزش این اطلاعات صفره، یعنی از آب دهن بز اینا بی‌ارزش داره. همه دروغ، همه، تا ابد جاوید شو. این نتیجه گیری اتاق آقای وقت. ولی این دروغا رو دور هم میخونیم ببینیم اینا آمریکای دروغ زیاد میگن. along with him were شهریار آهی، در اون هتل مریوت که رفتیم شهریار آهی هم بود. and the mansion hoped to recruit to take control of the operational arm of the pro monarchist resistance، و میخواست که از طریق یه سری از این اطرافیان شاهزاده CIA میخواست کنترل خودش رو داشته باشه روی جریان پادشاهی. then headquartered in Paris، که براشون یه دفتر مرکزی در پاریس درست کرده بود CIA. دقت بکنید، یعنی کسی که پولو میده، خب عوض میخوام، نوکره که عاشق شهریار آهی نیستن اینا. درسته که اپوزیسیون ایرانی توهین به شعور میکنه، اصلا ابیخ نمیگن از کجا پول میگیریم، ابیخ کاری نداره. آخه من سوالی دارم، مثلا انسان ایرانی لیاقت داره بهش توضیح بدیم؟ ای بابا، گور پدرشون، رابین هود به ما پول میده، اصلا هم اینجوری نونوایی باز کردیم تو آمریکا داریم کار میکنیم، کاری نداره دیگه. خب چاپلوسی باید بکنیم. این خبرنگارای بی لیاقت من و تو و جای دیگه هستن. دیدی که وقتی باشا حرف میزنن مثلا این سگا هست که همینجوری آب دهنت آویزونه و جلو رئیسش دم تکون میده. سوال کنیم؟ ای بابا اذیتمون نکن. ولی این کتاب یه سری دروغ گفته، داره اسم میاره، داره منبع مالی میده، داره عدد میده، ولی شما بدون همه دروغه. شاهزاده دو سه بار تا حالا ایرانو فتح کرده، ماها، من آدم بیشوری هم نفهمیدم، نخواستم، عناد دارم. این کتاب هم عناد داره، همه دروغ و دوستان اینا. خب من اینو بگم از اعتراف کنم، چون بعدش میدونید که دیگه بعدش و همزمان اینا کلا یه اتاق میذارن همه دوستانو چک میلیسان میگن اینا همه دروغ بود، چشمندی بود، خواب بود. ما خودمون مغر اومدیم دوستان، خودتون اذیت نکنید، داریم دروغ میگیم توی این اتاق. برید بحث های بسیار جدی و مهمی رو که تا حالا داشتید دو سه با ایران رو فتح کردید همونا رو ادامه بدید. اینجا یه سری دروغی که اصلا ارزشی نداره. میگه که بعد از ظهر دلگیری بود. It was a bleak November afternoon with a hint of snow sailing across the key bridge outside. یه مقداری هم برف داشت میپیچید تو خیابون. hint of snow یعنی نه برف زیادی، برفای کمی هم داشت میپیچید تو خیابون. The newcomer had just come from Dallas. یه فرد جدیدی اضافه شد به تیم، از دالاس آمریکا اومد.
and shivered slightly from the cold. و این در سرمایه که بود یه مقداری به خودش میلرزید. He was short, impeccably dressed in a woolen overcoat. آدم کوتاه قدی بود، لباس خیلی ترتمیزی پوشیده بود که یک اوورکوت پشمی هم داشت که رنگ تیره ای داشت. Dark gray suit. یه کت شلوار خاکستری مایل به سیاهی هم پوشیده بود و بیشتر از اینی که شبیه یک چریک باشه، شبیه یک آدم رسانه‌ای بود. حالا آمریکا میخواد بره براندازی کنه، بهشون گفته حوز میخواد، این عبارت میگه ما در خطاکار جمهورسامه چجوری بندازیم. بعد اینا انصار داشتن افرادی که میانی که تو چریک بیان. خب انصار آمریکا اشتباه بوده، اینا یه چند نفر آدم میارن که بیشتر شبیه شومنن و اینا. میگه یه آدم ضعیف شسته اومد که بیشتر شبیه یک فرد رسانه‌ای میزد، a newscaster than a guerrilla fighter. به جای اینکه چریک با هی ما میخواستیم آدم اضافه بشه، مثلا یه چریکی بیاد یکی یه کاری بکنه، میگه این آدم های شومن میومدن و آدم های مشکوک میومدن و توضیح داره میده زمون بسته. حالا این آدم بدیه دیگه، داره دروغ میبنده به جریان پاک و متحر پادشاهی. این آدم کی بود؟ بله، پدر خانم گنجی کلافاس. دکتر منوچهر گنجی had been the former Shah Minister of Education. رئیس وزیر ایژوکیشن یعنی آموزش پرورش شاه بوده بین سالهای 1976 و 1979. He also began influential advisor to the Shah Banu. بعدها این فرد یک مشاور بسیار پرنفوذی بر شاه بانو فرح بوده. In the dark days leading up to the revolution. و ایشون از نزدیکان فرح بود در اون روزهای تاریکی که به انقلاب قهقرایی در ایران منجر شد. When he finally managed to escape from Iran after 6 months in hiding. وقتی انقلاب شد ایشون 6 ماه در ایران باقی موند و در اختفا به صورت مخفی زندگی میکرد. بالاخره موفق شد دست رژیم بگریزه و بیاد بیرون و به دالاس آمریکا اومد. Where he opened و در دالاس آمریکا خیلی هم ظاهرا وضع مالیش خوب نبوده، شروع میکنه یک حالت قنادی رو درست میکنه و با این شغل زندگی میکنه. But he had remained constantly in touch with Iran. ولی ارتباطات خودش رو با ایران و با همقطاران قبلی خودش حفظ میکنه. Working with former colleagues in the Ministry of Education who went back and forth to Iran clandestinely. افرادی بودند که ایشون باشون در ارتباط بود، به صورت مخفی به ایران میرفتن و بیرون میومدن یا درون رژیم نوپا هنوز بودند. داره کاملا توضیح میده که این آقای منوچهر گنجی کی هستش. این فردی است که به تیم داره اضافه میشه. In 1981 Ganji opened a 25-page memorandum on human rights violation in Iran that won the attention of William Howell, a deputy U.S. representative to the United Nations. در رفت در سازمان ملل متحد یک بیانیه رو به نظر بعضی از افراد مثل نماینده آمریکا در سازمان ملل رسوند در مورد نقض حقوق بشر در ایران. حالا من نمیگم این کارا بده ها، ولی شما فکر کن مثلا 1% فکر کن به بهنام CIA بیاد بگه من به تو دفتر مرکزی میدم، حمایت اطلاعاتی میدم، پول میدم، با 150 دلار ماهانه شروع میکنم، بعدش هم چقدر خاصی پول هست. بعد من مثلا بیام برم مثلا سازمان ملل تو نیویورک یه دونه مثلا بیانیه محکومیت بدم. خودش هم گفت ما فکر کردیم یه چریک میاد، بعد دیدیم یه همچی فردی اومده. حالا من نمیگم مثلا خانم گنجی الان مثلا بگه بابام خیلی آدم مهمی بود، میدونید دیگه هر کسی پدرش رو دوست داره. ولی به هر حال اون چیزی نیست که باعث براندازی بشه دیگه. یعنی دیگه خوبه خوبهشون اینه ها. الان جلوتر که میریم میبینیم این آقای گنجی نسبت به آهی و اویسی و این دیگه سوپرمن بوده. حالا به خاطر خانم گنجی که اینجاست نمیگم، برام فرق نمیکنه کسی ناراحت بشه یا نشه، دارم کتابو میخونم. این گنجی نسبت به اون یکی ها دیگه مثلا آدم گنده فیلمه. آدم گنده فیلم فقط یه رادیو درست میکنه، دو تا مثلا این برون بر بیانیه مثلا بدیم سازمان ملل. ای جمهوری اسلامی بی تربیت، کارهای حقوق بشر نقض حقوق بشر کردی، ای بی تربیت. این بوده اون اپوزیسیونی که با این ید و بیزا ایالات متحده پشتش پول اوورت میاد، این کارهایی که میکنن در این حده. این دیگه مثلا آدم گنده فیلمه. در جریان باشه که بقیهشون در این همین حد هم کار نمیکنن. خب میگه when Howell supported Ganji managed to place the issue of the Islam for human rights record on the... میگه ایشون سعی کرد که مسائل نقض حقوق بشر رو در سازمان ملل متحد به جلوی چشم بیاره، یه سری کارا کرد. Every year since then. میگه بعد از اون دیگه هر سال در سازمان ملل متحد این مسائل بررسی میشه، مسئله تورچر یعنی اینکه شکنجه در ایران و سنگسار زنانی که رابطه های فراخانوادگی دارن، execution of dissidents اعدام افراد منتقد و بقیه سوء رفتارهای سیاسی که میشه. این مثلا زحمتی بوده که ایشون کشیده. CIA باید پشتت باشه که بیانیه بده. میدونید خیلی سخته، کارهای عجیبه اینا. واسه براندازی هم شده، ما خبر نداریم، ما
دو سه بار تا حالا برنامه‌ریزی کردن، معاندین و نامردم مثل ما ها ندید میگیریم، خیلی کارامون بده. By the time Ganji traveled to Washington DC, the situation inside Iran had deteriorated dramatically. همین همزمان که اینا مشغول بودن بیانیه بدن و اینا، هی وضع تو ایران بدتر میشد. ها؟ براندازی نمیشه که با این بچه بازی، هی وضع بدتر میشد. Tens of thousands of young teenage boys were sent off the war front. جنگ با ایران و عراق شعله ور شد. کلی جوان و تینیجر و اینا، یعنی افراد نوجوان فرستادن در جبهه های جنگ و اینها بسیار سلاح‌های ناکافی داشتن در برابر ارتش عراق، خیلی سلاح داشت. میگه یه جورایی مثل این بود که بهشون سلاح‌های پلاستیکی داده باشی، مثلا جنگ اونا با سلاح پلاستیکی مثلا بری جنگ، و بهشون میگفتن که حالا اگه کشته بشی به کجا میری؟ heaven، یعنی بهشت. بله، آخوندان بهشون گفتن مستقیم برید بهشت. political opponents of the regime were being rounded up and brutally tortured. همزمان فرصت جنگ بهشون باعث شد که مخالفین رو به شدت سرکوب بکنن، در شرایط آسانی که برای براندازی بود از دست رفت. یعنی اون زمانی که CIA و ریگان میگه اینا اومدن گفتن برید واسه براندازی اینا، اینا کاری که کردن چی بود؟ هیچ، وقت رو کشتن، زندگی لاکچری برای خودشون راه انداختن، دو تا بیانیه حقوق بشر دادن اینا. خب شرایط متحول دیگه، جنگ شد و جمهوری اسلامی از جنگ به عنوان یک نعمت استفاده کرد و سعی کرد قدرت خودش رو بسط بده و ریشه‌های خودش رو محکم‌تر بکنه. Thousands had been hanged in public. Some were beheaded in secret prisons. بسیار از مخالفین رو دستگیر کرد، گتره ای اعدام کرد. اینا رو دیگه میدونید. میگه حتی بعضی بدنها رو همینجور رها میکردن در کنار بیابانها و اینا رو شما میدونید. من وارد توضیح نمیشم. بنابراین اینجوری نیست که تا ابد وقت داشته باشه واسه براندازی و عوض میخوام لاس سیاسی. شرایط متحوله. هم سیاهی دیگه پولش رو پس میگیره، هم ممکنه اون رژیم نوپایی که در بعد از انقلاب اومده بتونه ریشه بدوانه، که کما اینکه عملاً هیچ کاری نکردن، یعنی با این همه ید و بیضا عملاً هیچ کاری نکرد. During the Republican National Convention in Dallas 1984, Ganji had led a 3-day protest against the clerics that refused national news coverage. یه کار دیگه زحمت دیگه هم کشیدن. ای نامرد، اگه بگی بده من میگم تو مغرضی. یه تجمع گذاشته بودن در دلاس آمریکا در اعتراض به کارهای جمهوری اسلامی. دیگه بچه کار کنه اپوزیسیون؟ سوال من اینه. هیچ. از این مهمتر، His excellent English transformed him overnight into de facto spokesman for the opposition in exile. به خاطر ارتباطاتی که با CIA داشته و این مسائل و انگلیسی خودش هم خوب بود، عملا آقای گنجی در اون مقطع میشه سخنگوی اپوزیسیون در تبعید. جون میرن بیانیه میدن سازمان ملل، چهار نفر جمع میکنن با این پولایی که دارن و ید و بیضاشون تو آمریکا، تو این آرامش مثلا میان یه کارناوال میذارن. میدونی آمریکا که میاد بیرون که شلیک کسی بهت نمیکنه، این کارناوالی بعد دوره همین دیگه حال میده، از این کارا میکنن و بعد برای خودشون میشن اپوزیسیون در تبعید و خیلی دیگه با کلاس این کارا. ولی یه اشکال جزئی داره، به براندازی نمیرسه، که اونم تقصیر من و شماست که بصیرت نداریم، اینجا نامردی میکنیم. With Oasis hovering over him like a scarecrow. میگه یه جلسه ای بود، رفتیم این آقای پروفسور دو عالم شاهزاده رو ببینیم، آقای اویسی مثل دلقک بالا سر این میگشت. اسکرکرو به معنی مترسک سر جالیز و اینا میگن. میگه آقای اویسی مثل مترسک اون بالا، گفته بود اویسی رو ردش کن بره، آقا اینو سیاهی مشکل داره. میگه رفتیم بشینیم با این آقا صحبت بکنیم، این یارو مثل مترسک سر خرمن وسط بود. سروینگ تی همی اومد بهانه این که چای میخوام سرو کنم و اینا. The young Shah launched into a long expose of the sorry state of his CIA funded operation in Paris. میگه این شاه جوانم دیگه توضیح میداد که آقا دیگه ببخشید و اینا، کارا خوب جلو نرفته تو پاریس میدونم و اینا، ساری استری وارد تاسف توضیح داد که آره میدونیم خیلی کارا خوب جلو نرفته. اصلا اشکال از رئیس سیاهی است که سوال کرده. ای بی تربیت، ای بی شعور، ای بی فرهنگ، ای خسیس، سوال کردی که این پولا که دادی کارا چجوری جلو رفته؟ تو اصلا غلط کردی این موضوع مطرح کردی، ای کثافت. اشکال از رئیس سیاهی که سوال که غلط کردی، سوال کردی، ایشون سوال کرده وضعیت امور، اون براندازی که گفتیم ما در خطاکاران رو سری می‌خوایم بزنیم هر چی خواستی پول هست. جلسه میکنن، گفته بود این اویسی مشکل داره، میگه این اویسی مثل مترسک سر جالس هی به بهانه چای میومد وسط کار. بعد بهش گفتیم وضع چی، توضیح داد گفت متاسفم خیلی کار جلو نرفت. بسیار. The front for the liberation of Iran was led by former prime minister Ali Amini. توضیح داد گفت یه جنبش درست کردیم به نام جنبش آزادی بخش ایران
و این فردی رو گذاشتم اونجا به نام علی امینی که نخست وزیر سابق شاه. کار رو دادم دست اون، جلو نرفته متاسفم، ولی تقصیر من نیستش، منم قبول دارم مسئله شاهزاده چه تو این قضیه صفره. اگر موفقیتی باشه مال ایشون، ولی اگه شکستی باشه مسئولیت ایشون نیست، درست مثل مقام معظم رهبری. اگر کارا خوب پیش رفتن آقا باستی کردیت بگیره، اگه کارا بد پیش رفتن تقصیر کنار دستیه. این همون بحثه. آقای علی امینی نخست وزیر سابق شاه رو گذاشتم اونجا، شاه هم عذر میخوام آمریکا هم با ایشون مشکل نداشت چون که پرو وسترن بود، آمریکایی دوست بود، یه تکنوکرات هم بود. بله و هیچی دیگه، کارا جلو نمیرفتن. حالا ببینید پولا رو که خرج کردن و اینو از این امکانات سیاهی چجوری دوستان زحمت که استفاده کردن، اینجا یه سری توضیحات هستش من میدم خدمتتون. ممنون که با لایک، کامنت گذاری و اشتراک این ویدیوها از کانال هالو حمایت میکنید.